وقتی زمانی که یک حکومت یک کشور بالای کشور دیگه یعنی زور میگه یعنی اگر ایان هم شما اونتین ما حمله میکنیم خوی کب منطقی اصلا بدانه بدانه در این روزا حتی رئیس جمهور ایران اعضای مجلس نمایندگان ایران حتی بخش زمینشان وزیر خارجیش برای ما اخطار صادر میکنه در رابطه با آب هلمند و ما را بسیار میترسانه دیدگاه شما در رابطه با این موضوع چی است؟ خب دیگه اونا در خیال سابق خیال خامشان هستند که باز هرچی بگویم میکنن گفتن ایران ملک یا کوم زمامداران چې دی د افغانستان خلکو ته ډیر کوچنی فکر لري ولیدا مسله د سینې د افغانان که څه هم کړي دلی دردی دلی دی خو ډیر غټ زړه لري ل خپل هیواد نه ډیر په کلکه دفاع کولای سي دا په دا مسله نه ده چې موږ نظام هم دا نوې راغلی په بخو دریږي ان شاء الله د سینې د چې موږ د سینې د چې دا ملک ناتوان دی نه سي کولای سي نه لري کاس نه لري به کاس د دفاع و نه کړای سي کولای سي د سینې د چې وستا په نظر دوی به حمله وکي نه دا هیڅ امکان نه لري دلته ناټو ما تاسو ایران خو هیڅ بینندای عزیز سلام و روزتان بخیر خصوصا هموطنان عزیزم که شما هر لحظه و همیشه بیننده برنامه از یوتیوب چنل افغان مایک هستید باز هم ما حیات الله ساقزه و همکار عزیزم امروز آمدیم به شهر مزار شریف و فعلا در جاده مسعود قرار دارم امروز قرار است که دیدگاه شهروندان را در رابطه با هشدارهای رئیس جمهور ایران اعضای مجلس ایران، مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و بخش نظامیشان که برای افغانستان و برای مردم افغانستان تا برای نظام افغانستان اخطار صادر کردن در رابطه با آب دریای هلمند یا هرمند معاهده که در زمان ظاهرشاه در زمان صدر اعظم آن وقت موسی شفیق در 1352 1351 فکر کنم بین ایران و افغانستان امضا شد و مطابق امو تعهدنامه افغانستان باید 1,300,000 متر مکعب آب بر ایران بدهد و در ثانیه 22 متر مکعب آب باید بر ایران داده شود اما پادشاه آن وقت ظاهرشاه از 22 متر مکعب به 26 متر مکعب ای آب بلند برد یعنی 4 متر مکعب آب را من حیث حسی همجواری و یا حسی همسایگی بر ایران دادن و در این اواخر تنش ها بین دو کشور به حد خود رسیده و هشدار هم میدهد یا از طریق کشیدن مهاجرین افغان از ایران دولت کنونی افغانستان یا امارات اسلامی افغانستان را تهدید میکند پس ما قرار است با شهروندان شهر زیبای مزار شریف صحبت بکنیم که دیدگاه آنها در رابطه با هشدارهای ایران چی است شما با ما باشید بین که بریم همراه هموطنان عزیزمان صحبت بکنیم بینیدای عزیز اینجا همراه یک از هموطنان عزیز ما دیدگاه اینا را میگیریم در رابطه با هشدارهای رئیس جمهور ایران سلام علیکم با
خوب هستین، بخیر، صحتمند، خیر و خیرات. دری صحبت کنم، پشتو صحبت کنم، ترکمنی صحبت کنم، ازبکی کنم؟ همین دری گپ میزنیم. دری؟ نام مبارکتان؟ عبدالله مختوم. مختوم. مختوم صاحب تخلص شهر دیتان یکی هست، همراه کامرمانی ما. مختوم صاحب از کجا هستین؟ از فاریاب، ولایت فاریاب. از فاریاب هستین؟ بله. ما از فاریاب. از کدام ولسوالی؟ ولسوالی اندخوی. اندخوی؟ اندخوی. خبرها رو تعقیب میکنید؟ تعقیب میکنیم، بله. در این روزها حتی رئیس جمهور ایران، اعضای مجلس نمایندگان ایران، حتی بخش زمینشان وزیر خارجیش برای ما اخطار صادر میکنه در رابطه با آب هلمند و ما را بسیار میترسانه. دیدگاه شما در رابطه با این موضوع چی است؟ خب دیگه اونا دم خیال سابق خیال خامشان هستند که باز هرچی بگویم میکنن گفته. این حال از رئیس الوزرای ما، از کلانای ما که مصاحبهشان خوب میان روی بود، خوب برشان میان روی بود برشان خوب برسانا، یعنی سیاست نمیکردن، ادبانه صحبت میکردن، ولی آنها از بسیار یعنی مغرورانه صحبت میکردن، مغرورانه صحبت میکردن مثل سابق همه شواره. اینه یک مصاحبه دیگه شانا دیدم از رئیس الوزرا را که از بندر کدام جای بود؟ فلان آباد بود که اونها هم افتتاح میکنن. بخش آباد بود مشخص. بخش آباد. بخش آباد. ان شاء الله اونها هم گفتن دست مصاحبهشان که باید پارسال میکردیم. بله. اینا له اونها اینا جوابشان خودشان گرفتن دیگه، میبینن وقت خودش قضاوت میکنه بخیر. هیچ چیز ازشان نمیآید بخیر. اگر هم جنرال مبین به جای دلی ترو مثل تر دیزل میخوایم میگه. حتما دیگه. خب بسیار زیاد تشکر. باش میکنم. بخیر باشین. روز قربان. بخیر باشین. زنده باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. این بود دیدگاه یکی از هموطنان عزیز ما که از فاریاب زیبا آمده به شهر زیبای مزار شریف. شما با ما باشید، ما میریم دیدگاه بقیه شهروندان در رابطه با اخطارهای رئیس جمهور ایران و بقیه مقامات ایران میگیریم و باش ببینیم که دیگه هموطنان عزیز ما چی گفتنی دارن در رابطه با این موضوع. پینیدا عزیز اینجا هم همراه یکی از محصلین است، اما نمیفهم از کدام پانزه است. اول همراهش معرفی میشیم، بعد دیدگاهشان را در رابطه با اخطارها و هشدارهای ایران میشنویم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر، صحت مند، خیر خیر. نامتان؟ نام سمیع الله است. سمیع الله جان، از پانتون آمدید فکر کنم؟ بله، از پانتون آمدیم. کدام پانزه هستیم؟ پانزه شریعت هستیم، دپارتمان فقه قانون. سمستر چندین است؟ سمستر هفتم هستیم. سمستر هفتم. بله. خبرها را تعقیب میکنی؟ اخبار؟ بله، کمی تم از اون فیسبوک ها که هسته کمی تعقیب میکنی؟ تعقیب میکنیم. دمی آخر تنش ها بین ایران و افغانستان یک ذره به اوجش رسیده و تا رئیس جمهورش آمده برای مردم افغانستان در رابطه به آب هلمند هشدار میدهد. یعنی هم رئیس جمهورش، هم اعضای مجلس نمایندگانش، هم افراد نظامیش برای ما هشدار میده که آب بدین. دیدگاه شما در رابطه این موضوع چی است؟ بله، ما کسی در فیسبوک ها دیدیم، اما موضوع هدف ما است که اونا که هستم رژیم ریشان که هست اونا سو استفاده میکنه از موزی کار، یعنی ذهنیت مردم عام خود را مثل که خراب میکنه، که یعنی مردم افغانستان که هست متعهدی که قبلا شده بودک برای متعهد نیستن، در حالی که هستن. بله، تا حالی که فعلا که در متعهدی که قبلا شده بودن تعهد جماعت اسلامی هم متعهد هستن، فعلا پا برجاست. بله، چون فکر میکنم در ایران هم یک ذره گدوادی هستن، طبقی که شما اشاره کردین اینا میخواهی کمی ذهنت ها را تغییر بدهند یا هشدار داده که ما مهاجرین هم میکشیم نی؟ بله، تا بتانم از این موضوع سوی استفاده بکند. به نظرت خواهد عمله خواهد کرد ایران؟ والا دیگه فکر نکنم دیگه، چون که اونها که هست هدفشان این است که باید ما این تک ذهنت بین مردم چکنم تا اینکه مردم مهاجرین که از افغانستان در اونجا که هست مثلا که پناه برده اونها رو مثلا که اخراج کند، یا این که مثلا که مردم افغانستان تهدید کنه که این مردم افغانستان که هست یک قانون و یک چیک هستن پایبند نیستن، دو تعهدی که قبلا هست پایبند نیستن. اینها یک مردمی هست که مثلا تعهد شکن هست و اینها که هست از خود زور میگه مثلا که ما به قبل نمیتیه. در حالی که اگر افغانای ما مهاجرین ما وجود زندگی میکنه، پول برق میتا، پول همه چیز میپردازن. بله، حتی اینا مگر افغانای ما را در جنگ ایران، در جنگ سوریه، در هر جای روان میکنه، از مهاجرین ما تا سوء استفاده میکنه، ولی با هم ما را تهدید
تهدید میکنه که ما افغانای شما را یا مهاجر افغان بس از ایران میکشیم اگر شما آب هلمند برای ما ندادین، در حالی که مطابق هم تعهدنامه آب به طرف ایران رفته رایی هستن. بله سید بخیر بخیر باشه، تشکر قربانت، بخیر باشه، زنده باشه، بخیر باشه. خب این بود دیدگاه یکی از هموطن عزیز ما در رابطه با جنجالای اخیری که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و امارات اسلامی افغانستان بود. میریم با بقیه هموطنان عزیز ما صحبت میکنیم. بینندگان عزیز، بیاین که دیدگاه یکی از هموطنان عزیز ما را هم داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. سلامتمند. خیر خیر. نامتان؟ اسم ما حمید الله است. تخلص میگن حمیدی. حمید الله حمیدی. بله. حمیدی صاحب از کجا هست؟ ما خودم از ولایت سمنگان، ولسوالی درسیف بالا. درسیف بالا. درسیف بالا. محصل هستی فکر کنم در مزار شریف؟ بله یا فعلا محصل هستم، محصل سنف اول کامپیوتر ساینس. کامپیوتر ساینس؟ سال اولتان هست؟ سال اول هست. انتخاب اولتان چه بود؟ انتخاب اول ما تیب بود متاسفانه که خواه باز در انتخاب دوم برامدید؟ بله در انتخاب دوم برامدید. علاقه داری یعنی؟ آه چرا نه، علاقه مندی دو تا انتخاب داشتم که انتخاب اول ما تیب بود و کامپیوتر ساینس. اگر با اولش نرسیده با روزی دومی ترسیده؟ روزی دومی رسیم. خدا هم شما را به تمام روزایتان برسانه. شکر سلامت باشم. قربان زنده باشی. در این روزای اخیر حتی رئیس جمهور ایران و اعضای مجلس و نمایندگان کلشان اخطار داد در رابطه با آب هلمند یا دریای هلمند که گویا افغانستان برای ما آب کم میدهد، اما مطابق به تعهدنامه که در 1351 به امضا رسیده بود بین دو کشور، مطابق همون تعهدنامه هنوز هم افغانستان برای ما آب داده است و اینا هشدار میده که ما حتی حمله میکنیم چنان و چنان کلان. دیدگاه شما در رابطه با این موضوع چیست؟ خب در نظر ما این یک کارهای سیاسی است که اینا میخواه که سوء استفاده بکنه. اینا میخواه از زمین آب، از زمین موضوع آب سوء استفاده کنه، سیاست خود را بالا ببره و مهاجران افغان را در ایران تحریک کنه، ذهنیتشان را تغییر بده که این ما میتونیم به عنوان یک کشور ابرقدرت حتی از ابرقدرت نسبت به افغانستان ما بزورم میتونیم که کار را سرطان اجرا کنیم. در نظر ما یک دیدگاه خوبی نیست و میگه که حتی به نظر ایران هم خواهد کرد؟ نه، به نظر ما ایران هیچ کار کرده نمیتونه. این یک جز یک هشدارهای پشت پرده است که شاید از این کارها سوء استفاده کنه برای خودشان. برای خودشان برای خودشان لازم در وضع در ایران وضعیت خوب بله نیست. از این خاطر ذهنیت ها به نظر ما شاید تغییر بده. بله به نظر ما هم که ذهنیت های افغان ها زیادتر شاید تغییر بده که اونا را کوشش کنه که زیر دست خود قرار بده و کوشش کنه که همه بر اینا یک قسم ترس ایجاد کنه. ترس ایجاد بله. بسیار زیاد تشکر. سلامت بخیر باشی. قربانت. بخیر باشی. زنده باش. بخیر باش. زنده باش. بینیدای عزیز جم با یکی از هموطنان عزیز ما قرار دارم و عجله هم داشتن میرفتن، ما مانع حرکتشون شدم. بیان کمرشون عکس صحبت بکن. السلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ بخیر. صحت من خیر دارین؟ بخیر هستین؟ خیر باشین، زنده باشین. نام مبارکتان؟ از ما نام احمد جاوید وسید. احمد جاوید جان از کجا هستین؟ از ولایت بلخ. کجا رفتار ای بود که ما مانع حرکتتان شدیم؟ ما سن کار وظیفه دیگه. در این روزای اخیر شاید خبرها رو تعقیب میکنی؟ بله. حتی رئیس جمهور ایران و اعضای مجلس نماینده کلشان برای دولت فعلی یا امارات اسلامی افغانستان هشدار میدهد، اخطار میدهد در رابطه با آب هلمند، یا گویا اگر شما برای ما به اندازه کافی آب نتید حتی ما سر شما حمله میکنیم. نظر شما چی است در رابطه با این موضوع؟ والا او قسمی است که وقتی زمانی که یک حکومت یک کشور بالای کشور دیگر یعنی زور میگه، یعنی اگر ایان شما آب نتین ما حمله میکنیم. وی کد منطقی اصلا بدنه بدنه اصلا همین حکومت ما، حکومت فعلی البته کدام دلیلی داره؟ بله. پس به اون نسبت
یا آوا مانی عبورش گردیده شده دیگه با اون نسبت و نظر دیدگاه امارت اسلامی است که سطح آب پایین آمده و در تعهدنامه ای که در 1351 هم بین دو کشور امضا شده این موضوع گنجانیده شده است اینا قبول ندارم اگر نه شما با قصد آب قید کردین اگر شما به اندازه کافی برای ما آب نتین ما تا سر شما حمله میکنیم خیر این اصلا قصد نبوده این اصلا کدام دلیلی بوده که او دلیلش پیش خود دولت است و دیگه این گپی از این منطقی نیست که او اصلا بگوید زور بگوید ما حمله میکنه میگه حمله میکنه به نظر حمله خواهد کرد؟ اصلا این منطقی نیست او را شاید خودشان در حرفایشان تجدید نظر کنه که چقدر اشتباه گفتن دیگه باید او را اشتباه خود را بپذیره و مردم افغانستان هم مردمی است که تقریبا 40 سال 50 سال جنگ تجربه کرده و خود تجربه جنگ هم داره تنها تجربه جنگی نه تجربه همه چیز داره مردم افغانستان بله. خیر است که امروز نابسامانی ها در افغانستان بوده در طول انقلابا بله. دیگه فعلا مردم تجربه همه چیز داره مردم ما خواب نیست همه چیز هم اولا خب ما قطع کسی نمیخوایم که جنگ بکنیم بله بله حالا هیچ دوست نداریم قطع کسی بعد از این درگیر شویم بله بله, بله. اگر ما را مجبور میکند همه گفته ای مردم دا گز و دا میدان خب گفتم من در اول هم در نخست گفتم که او غیر منطقی حرف گفتن و حکومت ما دلیل دار در مخواه گفتن بسیار زیاد تشکر سلامت بخیر باشین بخیر باشین قربانت بخیر باشین تشکر زنده باشین بخیر باشین بخیر باشین بینیده عزیز اینجا با یکی از هموطنان عزیز ما هستم باش که دیدگاه از اونا در رابطه به این موضوعی که قبلا ما یاد کردم چی است سلام علیکم و علیکم سلام چنگه جوری بخیر خیر خیرت شکر در الحمدلله نوم دی حفیظ الله امین حفیظ الله امین امین صاحب کوم ځای زه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ دلته څه کوي مزار شاه دلته پانتون وایم زکه شریعت پانځای دلته درس وایم محصل څوم کال دی څوم سمستر دام دویم کال د دریم سمستر دریم سمستر دی کله کله خبرونه ما اوري او سیاسي مسائل خو ډیر اورو شه زموږ د سیاسي موضوع نه د اجتماعي موضوع ده په تاسو ورز کړئ چې د ایران رئیس جمهور دی ځینې نظامی کسه چارواکي دي د هلمند د وبو پاکله بيخي اخترونه صادري یعنی که تاسو موږ ته وبرانه کې په دایو میاشت کې تاسو باید موږ اختر جدي ونه غنی که تاسو په یوه میاشت کې اقدامات ونه کړ موږ به خپل تصمیم نو تصمیم په دې معنی یعنی یو نظامی کس ویل چې د افغانستان چې د موږ ته ډیر کوچنی وړو کې ښکاری او موږ به حتی حمله وکړو نظر ته په دې عقل څه دی نظر خو مدا ده چې هغه ایران ملک یا کوم زمامداران چې دی د افغانستان خلکو ته ډیر کوچنی فکر لري خو لیدا مسله د سینه د افغانان که څه هم کړي دلی دردی دلی دی خو ډیر غټ زړه لري خپل هیواد نه ډیر په کلکه دفاع کولای سي دا په دا مسله نه ده چې موږ نظام هم دا نوی راغلی په پښو درېږي ان شاء الله داسې نه ده چې داسې نه ده چې دا ملک ناتوانه ده یا نسي کولای سي کس نه لري بې کسه ده یا دفاع ونه کړی سي کولای سي داسې نه ده چې وستا په نظر دوی به حمله وکي نه دا خو هېڅ امکان نه لري دلته ناټو ماته سو ایران خو هېڅ ده ایران خو هېڅ کله دا کار نه کوي ناټو شکست خوړ دی ایران چی اس ناټو دلته شکست خوړل یعنی دوی وای موږ ته وبنه راکې الان چې مطابق د هغه تعهدنامې چې په 1350 کې شوی و د افغانستان یا اسلامي امارت وسه مطابق دغه تعهدنامې دوی ته وبو ورکي خود دوی نظر داده چې د وبو سطح لږ کښته راغلی په دغه وبه کې مسیوي اما جانب مقابل ایران یې نه مني وایي دوی په دې معنی درواغ وایي که دوی موږ ته وبه رانه کړي موږ حتی کولای شو چې پر دوی حمله وکړو نه دا هېڅکله نه سي کوی صحیح ده توافقنامه به څه وي خو توافقنامه به شرایط لري کیدای شي اوبه هغه وخت اوبه ډېرې وي اوس اوبه نهشته یو شرایط یې همدا دی کله چې دوی ورته ویلو چې موږ تاسو ته په کال کې زما دلته لیکلي دي 1,300,000 زره متر مکابه وبه درکو دا غنه پاس نه 400 نه وبه مشتید درکو تی مشت پیسې راکی ایران دا ور سره منلی و نن ایران 15 میلیارد ډالر د افغانستان څخه پوروري دی دوی مشت پور نه راکی زمج د وبه او بیا مای چې مشت وبه راکی او نه د څه خو نه د همسایه سره چې د همسایه تا نه قرض وړي قرض به درکې بیا به ته نور اقدام سره کوي د څه خو نه سي کوي چې ته
تا ته دی پور نه درکې او ته به نور مغه تک پور ورکې دا خو هیڅ امکان نه لري ډیر مننه مننه ډیر مننه کم نظر کې لري کم خبره کې پزړی کې پاتې نظر می دا دغه ځوانان دغه خلک عام خلک مجاهدین ټول باید یو لار سی یو موټی سی چې خپل وطن په کلکه دفاع وکړي خپل وطن آباد کو آباد کو که هر قشر دی جامع ده باید خپل وسی تلاش وکړي او دا د سینه د خلکو وای ولادي مون نظام د سیده او د سیده خیر دا نیمګړتیا وی دی رافا بس دا به حل شي لخیره مون چې کار وکړو دا دا وسله غواړو حل کی ان شاء الله ډیره مننه کور مو دا خیر جوړ وسی یم بو جیدګای یکی از وطنان عزیز ما در به تبع هشدارهای آقای رئیسی پنیدای عزیز با واقع دستر سرک گرمی بیش از حد بود ما هم از گرمی مزار فرار کردیم ما آمدیم به زیر یک سب سایه هم است و جایش یک ذره سرد هم است و اینجا هم یکی از جوانای بلخی است همراهش معرفی میشیم دیدگاه اینا را در رابطه به موضوعی که ما قبلا بیان کردم میگیریم سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین بخیر صحت من خیر خیرت با عزت باشه نامتان فرشید آریان هستم فرشید آریان محصل حقوق علوم سیاسی محصل 15 حقوق و علوم سیاسی تشکر موضوع ما سیاسی بود اما ما از دیدگاه اجتماعی به این موضوع میپردازیم سال چندمتان است سال سوم است سال سوم بله کدام رشته را انتخاب کردی بخش دیپلماسی اداره و دیپلماسی بله خبرها رو تعقیب میکنی اخو بله بله به این روزا ابی موضوع آب هلمند یا هرمند بسیار تنش‌زا شده بین ایران و امارت اسلامی افغانستان و حتی رئیس جمهور ایران آقای رئیسی هشدار دادن و گفتن که هشدار ما را جدی بگیرین یعنی به این معنی است که نظامیشون هم صحبت کردن اگر برای ما مقدار آب کافی داده نشود ما حتی تصمیم داریم که بر افغانستان گویا حمله بکنیم این یک کنایه میزد دیدگاه در رابطه با این موضوع چی است من از یک دانشجوی حقوق و علوم سیاسی بسیار زیاد تشکر اساق صاحب دیگه از دیدگاه ما این کارشان منطقی نیست هشدار دادن راه حل نیست باید نشست کنن به تفاهم برسن این کاری که اینا میکنن اصلا منطقی نیست و نظر شخصی ما در این موردی است که بزرگای امارات اسلامی و بزرگای کشور همسایه بشینن با هم صحبت کنن و به یک تفاهم خاص برسن یعنی از راه گفتگو بله از راه گفتگو از راه جنگ ما 40 سال جنگ کردیم دیگه اگر منظورشان جنگ باشه ما جنگ دیده هستیم و تجربه جنگ هم داریم دیگه ما هم افغان ها با هم اتحاد هستیم دیگه خودشان بیشتر میفهمن که ما 40 سال جنگ دیدیم آماده جنگ هم هستیم اگر از جنگ بگن ما آماده هستیم مگم کوشش کنن که ما راضی هستیم که به تفاهم برسن و یک موضوع دیگر که اونا بیشتر ما رو تحت فشار قرار داده که گویا اگر شما حرفای ما را قبول نکردین ما مهاجرین افغان کاملا از ایران میکشیم در رابطه با این موضوع نظرتان چیست؟ والا به نظر ما اما اونا نکشن هم خود از اونا میبرایه من شخصا خودم ایران بودم دیگه فعلا پولشان هم پایین آمده دیگه همو کار را که در اوجا میکنی ایجا بکنن بیشترین ماش هم میتن والا به نظر ما پیش از اینکه اونا اقدام کنه خود افغانای ما برای خوبتر از چون از اونا سوء استفاده میشه اونا را پول ارتباطی میان هدفهایشان قرار میتن که در جنگ سوریه روان میکنه و ما بسیار خرسند هستیم که این اقدام کردن من خودم شخصا ایران بودم تو منم پایین آمده و کارم اصلا نیست و برخوردشان هم امرای ما درست نبودن شما نیست یک مهاجره که در ایران زندگی میکردین پل برق، پل آب، چیزها رو پرداخت میکردین؟ بله آن پل آب پرداخت میکردیم، پل برق پرداخت میکردیم و یک بوتل آب که مثلا 10 تومن است، 10,000 تومن است برای افغان 15,000 تومن میدادن چون ما افغان هستیم دقیقاً بسیار زیاد تشکر خواهیزت باشین قربانتان بخیر باشین قربانتان زنده باشین بخیر باشین بینیدای عزیز اینجا با یکی از هموطنان عزیز ما هستم و کتابم داره چپتر هم داره مطمئن هستم که محصل است السلام علیکم علیکم السلام خوب هستین خوب هستین بخیر صحت من خوب هستین خیر سلامت باشین خوب هستین بخیر باشین نامتان نادر هستم از ولایت سرپل نادر از ولایت سرپل از کدام ولسوالی از ولسوالی بلخاب بلخاب خب همسایه هستین کجا می رفتی امیل ازن؟ امیل ازن می رفتم پانتون بلخ خواه کدام پانزه است؟ پانزه حقوق علوم سیاسی پانزه حقوق علوم سیاسی سال چندم زن استن؟ سمستر چندم؟ سال اول سمستر اول سمستر اول انتخاب اولتان شده؟
انتخاب اول تاب بلق بود نشد. خواه حقوق و علوم سیاسی انتخاب چندم بود؟ حقوق و علوم سیاسی انتخاب سوم بود. انتخاب سوم. پس انتخاب دوم چی بود؟ انتخاب دوم هم تاب خوست بود. علاقه زیاد با تاب داشتی؟ علاقه زیاد با تاب بود نشد. نشد. خواه بیا خداوند این مسلکی که فعلا انتخاب کرده شما را موفق بگرداند. در این روزا رسانه را تعقیب میکنی یا نه؟ در این روزا بعض وقتا خب دمی و اخیر حتی رئیس جمهور ایران و اعضای مجلس نمایندگان ایران و حتی افراد نظامیشان در رابطه با موضوع آب هلمند یا دریای هلمند هشدار میدهند که گویا اگر شما برای ما آب نتین حتی ممکن است که ما گویا به شکلی مغرورانه یعنی در کنایه‌آمیز بود که حتی ما میتونیم سر شما حمله بکنیم. چی نظر داره من حیث یک شهروند؟ من حیث یک شهروند نظر من است که آب متعلق افغانستان است. ایران حق نداره طبق توافقنامه که سال 1351 به امضا رسیده بود. بله. ایران خواستار آب شده. بله. افغانستان ای که آب در ایران بته فعلا در خود افغانستان آب ضرورت است. سطح آب در افغانستان فعلا کم است. افغانستان نمیتونه که آب در ایران بته، خودشون ضرورت داره، در هلمند ضرورت میشه، پس نمیتونه آب در ایران بته. و اونا گفتن شما اگر برای ما آب نتین به شکل کنایه گفت حتی ما میتونیم سر شما حمله بکنیم، یا حتی تهدید کردن که مهاجرینی که در ایران زندگی میکنه اونا رو ما پس از افغانستان بیرون میکشیم. این تهدید ها هست، تهدید کردن. به نظرت حمله خواهد کرد؟ به نظرم نخواد، شاید هم آب کس احتمال داره جنگ جهانی سوم هم ممکنه سر آب شوه. سر آب شوه؟ ممکنه حمله کنه و دیگه خودشان مربوط میشه. اگر حمله کرد افغانه توانه جواب داره؟ افغانه توانه مبارزه ردمند داره. او افغانه که ایز از افغانستان میرن ایران برای کارگری از او سوء استفاده میشه، او را در جنگ های ایران و عراق میفرسته در سوریه، خیلی تلفات شدیدی از او ثبت شده تا بال. یعنی افغانایی که منعیس مهاجر در ایران زندگی میکنه دولت ایران از اونا سوء استفاده میکنه و به خاطر منافع ملی کشورش در جنگ های نیابتی به کشور مثل سوریه یا عراق روان میکنند. اونا... شاید نظر تموت یک چیز باشه. نظر ممنون قسم. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. قربانت. بخیر باشین. سلامت. زنده باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. بیننده عزیزی بود برنامه امروز ما که از شهر مزار شریف دیدگاه شهروندان را داشتم در رابطه با هشدارهای رئیس جمهور ایران. تا برنامه بعد شما را به خداوند پاک و یکتا می سپارم. خداوند حافظتان.